چه اتفاقا، ولی اینکه شما در اسرائیل هستید، من در امریکا هستم، خب ما یه مقدار اخبارا رو از همه جای دنیا میگیریم، به خصوص از کشورمون، ولی میخوام ببینم این انعکاس این برنامه ها که واقعا پیش اومده تا الان اسرائیل هست. ببخشید سوالم طولانی شد، ولی باید میکنم. مسئله ای که از نظر کارزار انتخاباتی و تخلفات و تقلب هایی که در حال حاضر ما شاهد آن هستیم، که شش رسانه ای که مینستریم هستن، از CNN گرفته، ABC گرفته و غیره، در صدد آن هستن که تخلفات و تقلب هایی که شده در عرض ماه اخیر رو نتونند و نخواهند که به اذهان عمومی برسونه. این مسئله از الان شروع نمیشه، یعنی برمیگرده به حتی چند سال پیش با ایمیل های خانم هیلری کلینتون، که از 60,000 تا ایمیل هایی که در اختیار ایشون بودن به عنوان استیت اف دیپارتمنت و فردی که وزیر امور خارجه آمریکا بودن، در لحظات حساسی که سرور امنیتی در اختیار ایشون بود، از 60,000 تا ایمیل 30,000 تا اون رو پاک کردم. و در حال حاضر آنچه که مایک فلین که اون رو به عنوان یک جنرال آمدن و بازپرسی کردن و حتی آمدن اون رو به پای میز محاکمه کشیدن، بر این بود که بیان شفاف سازی بکنن و ایمیل هایی که پاک شده رو بیان نشون بدن که از نظر امنیتی تا چند از لطمه خورده آمریکا به خاطر ایمیل هایی که به هر حال اشراف ممکنه داشته باشن، افرادی که به هر حال از نظر ایمیل های در سرور شخصی که در اختیار خانم هیلری کلینتون بوده، در حال حاضر اجازه داده شده که 15,000 از اون 30,000 تا رو باز بکنن و بازیابی بکنن. و وقتی که ما میریم آنلاین به آسانی میتونیم بزنیم ایران و حدود 1,500 اصلا در رابطه با ایران هستش. مسئله دوم که در حال حاضر در شبکه‌های اجتماعی، چه در فیسبوک و چه در توییتر سانسور میشه، حتی میان ببین چه از نظر شرکت‌های فراملیتی قدرت و اقتداری رو اینها در اختیار دارن که میتونن حتی نه فقط حرف من و شما رو، بلکه ترامپ و افراد برجسته مملکتی رو بیان و سانسور بکنن. همینطور آنچه که مربوط به هانتر بایدن میشه و رابطه او و بهره برداری او در دوران اوباما که پدرش وایس پرزیدنت بوده، در رابطه با چین، در رابطه با اوکراین و بحثایی رو در حال حاضر مطرح میکنه که آنها نخواسته بودند که دموکرات ها لطمه بخوره به آن معادله ای که از نظر کارزار انتخاباتی بوده از طرف دموکرات ها و ضربه ای باشه برای